همکارم بابک اشاقی از تل‌آویو با ماست. بابک، تا این لحظه چه جزئیاتی درباره این خبر منتشر شده؟ در اسرائیل گفته میشه که از این به بعد قوانین بازی با کشته شدن دو شهروند در روی این کشتی تغییر کرده و واکنش اسرائیل به زودی در راه هستش، اما ممکن استش کمی وقت ببره. این نشون میده که جمهوری اسلامی ایران خواهان ریسک کردن و خواهان گذشتن از خط قرمز هایی هستش که تاکنون در نزاع بین اسرائیل و ایالات متحده برقرار بود. باید عنوان کنیم که این مسئله یک مسئله تنها اسرائیل نیستش. این کشتی ژاپنی بوده که تحت اختیار یک شرکت انگلیسی هستش که این شرکت انگلیسی صاحب اون شخصی به نام ایال اوفر اسرائیلی هستش. تمامی خدمه و کارکنان این کشتی و افرادی که در این کشتی هم بودن اسرائیلی نبودن. این کشتی به اسرائیل هم رفت و آمد نداره، از دارالسلام در تانزانیا به سوی الفجیره در امارات میرفته و کشته شدن دو فردی که یکی انگلیسی و یکی رومانی بوده، همه اینها نشون میده که این مسئله یک مسئله بیشتر جهانی هستش تا یک مسئله اسرائیلی. اما اسرائیل تلاش خواهد کرد که هرچه زودتر به این مسئله واکنش نشون بده. اروپا و ایالات متحده هم جمهوری اسلامی را در این رابطه متهم کردن. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل در گفتگویی که با دومینیک راب وزیر خارجه انگلستان داشت گفتش که باید واکنش شدیدی اسرائیل در این رابطه و جهان نشون بدن. گفته شده که واکنش اسرائیل در حال حاضر در حوزه دیپلماتیک خواهد بود و تلاش خواهد کرد که شرکت‌های ایالات متحده و اروپایی را تشویق بکنه که شرکت‌های جمهوری کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم بکنن. همونطور که گفتین العالم تلویزیونی که وابسته به جمهوری اسلامی هست به زبان عربی گفته که این حمله پاسخی به حمله اسرائیل به سوریه بوده. پیش از این هم روزنامه یدیوت اخرانوت گفته بود که این حمله در به درخواست حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان انجام شده. ممنون از توضیحات همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه ما بودیم.